اخباری از تحولات عراق. تلویزیون الجزیره گزارش داد درگیری‌های سنگینی میان نیروهای عشایر رمادی و نظامیان مالکی از سر گرفته شده است. نیروهای عشایر 8 خودرو متعلق به نیروهای واکنش سریع و نظامیان مالکی را در منطقه الملعب به آتش کشیدند. همچنین به گفته شاهدان 4 خودروی متعلق به نظامیان مالکی در درگیری با نیروهای عشایر در شمال و شرق فلوجه منهدم شد. مخالفان عراقی فیلمی را در اینترنت گذاشتند که در آن تهاجم به یک ستون نظامیان مالکی در اتوبان غرب رمادی و وارد آمدن خسارات سنگین به این ستون نظامی نشان داده می شود. در شهر رمادی نیروهای عشایر مقر لشکر 8 مالکی را با تعدادی موشک گراد و گلوله خمپاره هدف قرار دادند. بر اثر این موشک باران مقر نیروهای کثیف شبه نظامیان سواد در داخل این لشکر مورد اصابت قرار گرفت و موجب آتش گرفتن آن شد. تلویزیون التغییر گزارش داد برای 3 روز متوالی درگیری نیروهای عشایر با نظامیان مالکی در منطقه سجر در شرق رمادی ادامه دارد. نیروهای عشایر 1 تانک نظامیان مالکی را به آتش کشیدند. در استان صلاح الدین خطیب نماز جمعه صلاح الدین گفت کسانی که حاکمیت و سیاست عراق را مدیریت می کنند مجموعه ای از افراد کار کشته در جنایت هستند. به افسود مالکی یک بازیچه است که هر طور که می خواهند عمل می کند و ما هم نسبت به این موضوع آگاهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره هیئت علمای مسلمین عراق اعلام کرد نظامیان مالکی به منزل شیخ حارث الزاری در منطقه ابو غریب در غرب بغداد حمله کردند و بعد از شکستن درهای آن بخشی از اموال موجود را منهدم کرده و بخشی را به سرقت بردند. بنا به گزارش الجزیره هیئت علمای مسلمین عراق افزود نیروهای نظامی با خود سلاح آورده بودند و پس از حمله به خانه شیخ حارث الزاری مدعی شدند این سلاح‌ها را در منزل شیخ پیدا کردند. با خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. نیروهای ویژه ارتش آزادی سوریه در دمشق چند مرکز امنیتی و پایگاه نظامیان و شبه نظامیان اسد را در قلب پایتخت با خمپاره و موشک هدف قرار دادند. در یک عملیات ویژه دیگر رزمندگان ارتش آزادی سوریه با نظامیان و شبه نظامیان اسد در حومه حمص درگیر شدند و 35 تن از آنها را از پای درآوردند و زرهی‌های آنها را منهدم کردند. نظامیان اسد که حملاتشان برای تصرف شهر یبرود در حومه دمشق با سد محکم ارتش آزادی و انقلابیون سوری مواجه شده، مناطق مسکونی این شهر را با بشکه‌های انفجاری هدف قرار دادند. شهرهای حلب، درعا، حمص، النعیمه و مناطق مسکونی حومه دمشق امروز نیز به شدت بمباران شد که بر اثر آن ده‌ها تن از مردم سوریه کشته و زخمی شدند. به گزارش تلویزیون اورینت، افراد تیم دفاع شهری در حلب یک گور جمعی را در شهرک حریتان در حومه شمالی این شهر پیدا کردند. در این گور جمعی پیکر 17 تن از جوانان که دست‌هایشان بسته بود و در همین حال اعدام شده بودند پیدا شد. آنها قبل از تصرف این شهرک توسط ارتش آزادی سوریه به دست شبه نظامیان داعش اعدام خیابانی شده بودند. تلویزیون العربیه گزارش داد کمک‌های رژیم ایران به رژیم دیکتاتور سوریه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. اپوزیسیون سوریه فاش ساخت بخشی از کمک تسلیحاتی رژیم ایران به فرودگاه هما در مرکز سوریه رسیده است. این محموله تسلیحاتی شامل مسلسل، مهمات توپخانه و تانک و نیز تسلیحات روسی و هواپیماهای بدون سرنشین، بمب‌های هدایت شونده و قطعات یدکی هواپیماهای جنگی می باشند. بنا به این گزارش این محموله‌ها 1 هفته پیش زمانی که وزیر اطلاعات رژیم ایران از سوریه بازدید مخفیانه داشت
به خاک سوریه رسیده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در محل بنای یادبود مونوالرین در سورن در سال روز اعدام 22 عضو مقاومت فرانسه از گروه مانوکیان شامل شمار یهودی، ارمنی، اسپانیایی و لهستانی که 70 سال پیش در 21 فوریه 1944 توسط نازی‌های آلمان تیرباران شدند حضور یافت و سخنرانی کرد. رئیس جمهور فرانسه در این سخنرانی به زنان و مردانی که ارزش‌های فرانسه را هنگامی که بر زمین افتاده بود تجسم بخشیدند ادای احترام کرد. فرانسوا اولاند به همین مناسبت رسماً اعلام کرد خاکسترهای دو زن و دو مرد سرشناس عضو مقاومت ضد فاشیستی فرانسه به پاس خدماتشان به این کشور وارد آرامگاه بزرگان تاریخ فرانسه پانتئون خواهد شد. ماتئو رنزی رهبر چپ میانه ایتالیا بعد از اینکه روز جمعه به طور رسمی مأموریت تشکیل دولت جدید این کشور را پذیرفت، فهرست اعضای کابینه خود را معرفی کرد. برای اولین بار نیمی از اعضای هیئت دولت را که به گفته رنزی تا سال 2018 میلادی تغییری نخواهد کرد، زنان تشکیل می‌دهند. رنزی رئیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را مسئول پست حساس وزارت اقتصاد کرد. رهبر حزب راست میانه نوین ایتالیا به عنوان وزیر کشور معرفی شد. قرار است کابینه پیشنهادی روز دوشنبه از مجالس سنا و نمایندگان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد.